عزیزانم درود. با آسمون بالای سرتون نگاه کنین. این آسمون رو 3 سال پیش 176 انسان بیگناه ندیدند و برای دهنکجی به ما، به این خاک، به این مردم، درست در سال روز همین جنایت 2 نفر دیگه از ما ندیدند. دیشب ما 2 تا از شجاع‌ترین هامون رو از دست دادیم و باز هم از دست میدیم تا این رژیم جنایتکار سپاهه. برای دهنکجی به من و شما، برای دهنکجی به هر آنچه ارزش‌های یک جامعه دموکرات و آزاده، ما دونه به دونه عزیزترین، شجاع‌ترین، وطن پرست‌ترین، انسان‌ترین هموطنانمون رو داریم از دست میدیم. این یک جنگ تمام عیاره. ما چه جنگجو باشیم چه نباشیم، چه لباس رزم پوشیده باشیم چه نباشیم، چه آماده باشیم و نباشیم، ما در یک میدان جنگیم. دشمن از روبرو شلیک میکنه، از پشت شلیک میکنه، در هوا شلیک میکنه، در خواب شلیک میکنه، به کودکی که توی بالکن خونش فقط داره بازی میکنه شلیک میکنه. ما دشمن قسم خورده داریم، چون صاحب اون خاک ماییم. کسی که در خانه من و شما نشسته مطمئن باید بشه که ما رو از بین میبره. اینجوریه که اختاپوس جنایت و جنون و تروریست دست و پاشو تو اون خاک پخش میکنه. جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری خالی نیست، عجیب ترین حکومت تروریست، جنایتکار، آپارتاید و ضد انسانیه که ما تا حالا در عمرمون و در تاریخ معاصر جهان به خودمون دیدیم. عزیزانم، ما با بزرگترین دشمنی که در حال حاضر روی کره زمین وجود داره طرفیم. از بخت بد حادثه طرف حسابش ماییم. فرقی نمیکنه کجا باشیم. مسافران هواپیمای اوکراینی فکر میکردن که جستند، در هوا زدشون. فرخزادها، بختیارها، شرفکندیها، چند صد نام دیگه، فکر میکردن شاید دیگه جستند، در خانه خودشون سلاخی شدند. ما همه در این جنگ با همیم. اینها رو نمیگم که بترسیم، اینها رو نمیگم که غمگین بشیم، اینها رو نمیگم که پا پس بکشیم، اینها رو میگم که بگم راه طولانیه، مسیر سخته، کار یه شب و یک ماه نیست. اونم وقتی که ما با دست خالی، با سلاحی فقط گوشت و پوست و تنمونه، علیه اینا ایستادیم. جنگ نابرابر. ما جز شرفمون، جز انسانیتمون، جز ارزشگاهی که بهش پایبندیم، به خاطرش تن به هجرت دادیم، هیچ چیزی نداریم. مردم ما در داخل خاک ایران جز تنشون، جز خون، هیچی علیه اینها ندارند. ما در یک جنگ نابرابر ولی طولانی هستیم. خسته کننده از فرسایشیه، ولی اجازه نداریم کوتاه بیاییم. اینها رو گفتم که بگم جمهوری اسلامی به گیس شما، به گیس من و به ریش شما میخنده اگر کاری نکنیم. ما پیش رفتیم، گفتیم که پدرخوانده و مادرخوانده میگیریم برای این بچه ها تا از لحاظ سیاسی حمایتشون کنیم. الان وایساده نگاه میکنه ببینه خب ببینم چی کار میکنید، ببینن چی کار میکنیم، چه برنامه ای داریم، چه میکنیم. در جنگ شما نمیتونی فقط پاتک بخوری، گاهی هم حمله از طرف ما باید باشه. از جان گذشتن برای انقلاب زن، زندگی، آزادی انصاف نیست. از جانتون نگذرید، ولی از همتتون مایه بگذارید، از شرفتون، از وقتتون مایه بگذارید. من 4 ماه گریه نکردم. 4 ماه هر جایی که با
شما دوستان بودم گفتم ما گریه نکنید، بذارید خشممون بر جا بمونه، بذارید بشه همت، بذارید بشه شرف و شرافت، بذارید راهو پیش ببریم. امروز ولی چرا؟ تو رو خدا نذارید دیگه گریه کنیم، تو رو خدا نذارید دشمن شاد بشیم. ما الان احتیاج داریم که از لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی رو در حد اکثر توان ممکن منزوی کنیم. اگر الان نه، قطار جنایت راه میفته. 401 میشه 67. ما باید بگردیم دونه به دونه تو شهرستان ها قبرهای دست جمعی پیدا کنیم. باید بچه هایی رو که هیچ کسی رو نداشتن، به امید من و شما، به امید این که ما نمیذاریم اتفاقی براشون بیفته، تو خیابون جنگیدن رو دونه به دونه از دست بدیم. ما داریم دست گل از دست میدیم. ما اجازه نداریم امید بچه ها رو ناامید کنیم. ما داریم با جون این بچه ها طرف میشیم. ما دو تا جوون ناامید گرسنه پایدار امروز صبح داشتیم. این دیگه نباید تکرار بشه. ما دو جوان گرسنه سربدار داشتیم. این دیگه نباید تکرار بشه و این وظیفه من و شماست. به هر انسانی که در کنار من قرار میگیره علیه جمهوری اسلامی من دست میدم و دستتون رو میبوسم. ما رو تنها نگذارید، هم دیگر رو تنها نگذارید. هر کاری که از دستم برمیاد به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک انسان در کنارتون میستم. هر کاری که بگید میکنم علیه جمهوری اسلامی، برای آزادی ایران و برای تحقق آنچه رویای حداقل 4 نسل بوده. ما به جز هم هیچ کس رو نداریم، هیچ کس رو. ولی وقتی که هم رو داریم قاعدتا به هیچ چیزی نباید احتیاج داشته باشیم. زنده باد ایران، پاینده باد آزادی. Internationale Solidarität! Oh.